خب کارم از شرکت تموم شد، رفتم اونجا یه ذره کارهای مثلا یاد آموزی واسه من اینا داشتن که مثلا اینو یاد بدن اونو یاد بدن، بعد هزار تا کاغذ باید امضا می‌کردم که تو مسئول اینی اونی، نمیدونم این بشه اون میشه، بعد کار استخدامی دیگه اونا رو انجام دادم. بعد الان ساعت 5:30 هستش از صبح، یعنی دیشب که من هیچ نخورده بودم به جز اون 2-3 تا اسنک توی هواپیما بود، الان تونستم یه ذره پیتزا بخورم، سرم گذاشته اونجا. این هتلم واسه ما گرفتن که اونجا اومدیم تو. بعد اینجا اینجوریه، فوری بهتون نشون بدم، داشتی همون ماشینه خود من، خسته داغون همون میشم که اینجاست. بعد این اینه، دو نفر هستیم، همون کازن روزبه اونجا میخوابه، من اینجا میخوابم. بعد جی پی اسشو باید آپدیت بکنم، جی پی اس های کامیون ها تو امریکا فرق میکنن، یعنی جی پی اس معمولی نمیتونه استفاده بکنی، چون تو اینجا شما میتونید بزنید که مثلا درازی یا سقف کامیوناتون چقدره، تریلیاتون چقدره، که جاده های اون رو نسبت به اون چیز کنه، به شما نشون بده. نگاه کن عکس کامیونم انداخت اونجا. بعد بیرون داریم، بیرون اینجاست، بذار بازش کنم، اوه چقدر نورانیه. خب این بیرون ماه، اومدیم، صدای گنجش منجش میاد، استخر رو بستن فعلا، بالکنی مونه. بعد خود آقای روزبه هم اینجا هستش، سلام داره میرسونه. بعد اینجا هستیم فعلا تا فردا، که فردا ببینیم واسه ما بار کجا میدن، چون دیگه قراره روزه واسه من ترین بده که یاد بده کلن یه ماه خورده اینا، قراره توی جاده باشم، شاید کم بشه شاید زیاد بشه معلوم نیستش. باش میرم، ویدیو گرفتن یه ذره سخت میشه چون خودم باید رانندگی نبکنم، تا اونجا که بتونم واسه تون ویدیو اینا میگیرم. نمیدونم ویدیو رو اینجا الان قطع بکنم یا نه، ببینیم فردا چی میشه دیگه. فعلا ما باشین، ما خستیم، بریم یه دوش بگیریم و بخوابیم، ببینیم چی میشه فردا. اومدم یه ذره بگیرم بخوابم، چشم تابلوه. بعد دوستان که استوری های منو توی فیسبوک و اینستاگرام اینو دیده بودن الان فهمیدن که شیکاگو هم، بعد بهم پیغام دادن، یعنی من برم ببینمشون یا اونا بیان منو ببینن. و یکی از عزیزترین کسایی که من باهاش آشنا هستم، 5 سال یعنی کلن من خونه اینا بودم، اون خونه من بود، بعد تو شیکاگو کلن اصلا حال کردیم. الان هم که فهمیده من دارم فردا یه کارامو میکنم، بارنا بزنیم که برگردیم، یعنی از شیکاگو بریم به یه جای دیگه، اومده میگه که نه من باید ببینمش. حالا نمیدونه که من میخوام دوربین رو ضبط بکنم بیاد نشونتون بدم. اینم تراک ما هستش، حالا که نیومده اون فرت لاینره، نگاه کنین کلش رو گذاشتیم اینجا. اوه داره میاد، اونه اون جیپ داشت یه دونه، حالا از این ور نشون میدم. آره اینه تراک ما، بعد شاید همون باشه، جیپشو داده رفته ها، بذار ببینم. نه آره فریت لاینره. بعد کلن تیپ ماشین ما اینجوری الان، نمیدونم کی میخوان ببرنش کار واش، خبر نداریم. بعد توشو فعلا باز بکنم، کلیدش یه دونه کلیدشو بهم دادن، بعد این کلیدش برم تو. این کی داره میاد؟ بعد ماشین عوض کرده دن سرویس، توش حالا نشون میدم، سب کن اینا. چی داری؟ شکرم، یا بقلمو. اینم از آرمن ما، نگاه کن چه بچه خوب و نازیه، اومده اینجا بهم سر بزنه، یه ذره با هم بشینیم ساعت بکنیم، بعد هیچی دیگه، من برم استراحت بکنم، همین، بقیهش رو بعدم میگیرم. آقا قصد پلیزم اینجوری کردن که میکروفون این پایین باشه که صدا باد نیاد،
اینجا اومدم یه جایی که من خیلی خاطره زیادی دارم ازش، یعنی خاطره هایی دارم که اصلا بشینم راجعش ساعت بکنم یه روز طول میکشه، یعنی خیلی جای مهمی هستش واسه من. بعد بذار برگرده نشون بدم. ما اینجا میومدیم لب آب صبح شبا، بذار یه ذره آیسوش هم چیز کنم دیده بشه. اینجا میومدیم ما صبح عکس میگرفتیم، شبا اینجور میومدیم میشستیم، بعد حال میکردیم. اون آبی و قرمز بلندترین ساختمان اینجاست، تا طبقه 103 من رفتم. بعد اینا رو نگاه کنین، خوشگله، یادش بخیر، خیلی آرامش بخش. اینجا ما میرفتیم اونجا پشت اون آکواریوم هستش، اونجا بخش موزه آکواریوم اونجاست. اینجا پشتش میرفتیم، اونجا پله داره اگه دیده میشه، میرفتیم اونجا، اونجا دیدش خیلی یه ذره بهترتر بود. بعد وای میستادیم میشستیم لبه، اینجا رو تماشا میکردیم. خیلی جای توپی، یعنی نقطه خیلی خوبی هستش که بیشتر اسکای لاین شیکاگو اینجا معلوم، یعنی کلش تقریبا. من خودم هم پشت اون ساختمونا زندگی میکردم، طبقه آخر، و هر روز صبح قشنگ اینجوری دریاچه معلوم بود و طلوع خورشید که از اون ور میاد دیده میشد. هر روز صبح ساعت، حالا بستگی داشت که ساعت طلوع خورشید کی بود، 5:30 بیدار میشدم میومدم عکس میگرفتم راه میرفتم تو ساحلش، یعنی حال میکردم واسه خودم، یادش بخیر. اینجا هم که پارک کردیم، بعد اینجا ما اونجا ما پارک کردیم، پلیس هم که اونجاست همینجوری وایستاده. همتون بخیر، امروز روز اول من هستم که اومدم توی کامیون، بعد الان دارم جا به جا میشم. اینجا جای بالای منه، کیفم اینجاست، ساکم این پشته، وسایلم اونجاست، بعد چیزای دوربین و لپتاپین اون توه، پنجره دارم خوشگل، عشان بازو بسته میشه، اینم واسه نورش اگه بخوام. بعد کازن پایین هستش، داره کارهای چیز رو درست میکنه، فعلا پایین از این زاویه اینجوری دیده میشه. بعد یه ذره شلخته است، باید مرتب بکنیم، بعد بریم بقیهش رو واسه تون فیلم بگیرم. اونجا هم میشینم، بعد رانندگی که میکنم کازن میره اونور. دیگه چیا داریم؟ شارژرا، اون تبلت واسه کار هستش که بعدا بهتون توضیح میدم. فعلا جابشا بشیم، بریم والمارت خریدینا بکنیم، بعد برگردیم چون یه چیزی رو توی تریلر باید درست بکنیم. اینا 12 اینا درست میشه که الان ساعت 10:35 هستش، بریم اونا رو انجام بدیم تا اونجایی که بتونم وقت بکنم واسه تون فیلم میگیرم، اینجا اپلود میکنم. بعد یک روز که منتظر ماشینمون بودیم که اون پشت تریلرش تعمیر بکنن، آخرش یه بار گرفتیم، الان دنده عقب رفته روز به همان کازن که بارو بزنن، بعد ما را بیفتیم بریم اوکلاهاما. الان تنوز توی ایالت ایلینوی هستیم، دوروبر ما اینجوریه کلن. بذار بیرون نشون بدم،
نورش رو درست بکنم. آها اینجا هستیم. بعد اون ور یه فرودگاهه، فرودگاه کوچیکه که پر هواپیماست. بعد تراک ما همکنان اینجوریه. بعد اون تختش، تخت من بالاست. بعد بر وسایلمون گوشی و اینجور چیزا هم که اینجاست. بعد از این به بعد من شروع میکنم واسه رانندگی یواش یواش که من یاد بگیرم. عرض کنم خدمت شریف شما، نورش را که درست شد. آره من شروع میکنم به رانندگی که یاد بگیرم، چون 2 هفته تا 1 ماه من باید کلا یاد بگیرم که یواش یواش منم برم دیگه تریلی خودم رو بگیرم یا کامیون خودم رو بگیرم که شروع کنم پول در آوردن، پول بیشتری در بیارم که بتونم برم چیزایی که دوست دارم رو بخرم، جایی که دوست دارم رو برم. من بابا مامان مایداری ندارم، من لاتاری یا قله کشی نبردم، شانسش هم ندارم که ببرم. پس باید اینجوری کار بکنن که بتونم جای مختلف برم، واسه شما ویدیوهای مختلف بسازم. کمتر ویدیو میشه احتمالاً، چون بیشترش کلن توی راه هستیم. بعد من که رانندگی میکنم و بعضی از این جاها را شما نمیتونین که ویدیو و دوربین ببرین تو، اصلا بیرون ماشین نبرین، باید اجازه اینا بگیرین، چون دوست ندارن دیگه قانون شرکتاشون یا کارخونه هاشونه. واسه این بعد میدونم بتونم زیاد اینا فیلم بگیرم، مگر اینکه مثلا ما وایسیم رستریای تراک استاپی و شما یه ویدیوی بخوام، بعد من بشینم راجبون اینجوری بشینم و توضیح بدم که مثلا این چیه اون چیه، هر سوالی که داشتین اینجور چیزا، تا اطلاع ثانوی که یه ماه بعد که خودم درایو کردم پول دستم اومد، یواشاش بتونم مرخصی بگیرم چند روزه برم ایالت‌های مختلف، جای مختلف شو واسه شما نشون بدم، شما حال بکنین. دمتون گرم، لایک یادتون نره، هی جایت هستین سابسکرایب حتما بزنین، زنگوله بغلش حتما بزنین که بهتون اطلاع بدن که من ویدیو جدید آپلود کردم شما از دست ندین. سوالاتتون رو طبق معمول توی بخش کامنت ها درج بکنین. ویدیو از تراک و نمیدونم مراحل تراک و درآمد چه اینجور چیزا رو حتما واسهتون میسازم. خیلی خیلی دوستتون دارم، منم دوست دارم ویدیو بیشتر بسازم، ولی شرایط زندگی من الان اینو ایجاب میکنه دیگه. از دست من ناراحت نشین. تا ویدیوی بعدی، فعلا.